با درود به بینندگان خوب تلویزیون پارس، اصل پهلوان هستم و دقایقی را با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت باشید و پایدار. بینندگان عزیز، دو سال پیش در همچین روزهایی با گلوله‌ای بر قلب و بدن جوانان ما عده زیادی کشته شدند. در همچین روزی، در واقع 29 شهریور 1401، دختر جوانی که همگی با صداش آشنایید، با تصویرش آشنایید، نام او نیکا شاکرمیه. نیکا شاکرمی دختر جوانی که سلطان قلب‌ها رو دوباره در دل همگان زنده کرد. نیکا شاکرمی جوانی بود سرشار از شادی و زندگی. نیکا شاکرمی نوجوانی در واقع باید بگم که جزو کسانی بود که در اعتراضات خیزش مردمی 1401 شرکت کرده بود و روسریش رو در آورده بود، آتش زده بود. تصاویر متعددی رو از نیکا شاکرمی دیدید و تکرار شاید الان احتیاج نباشه، ولی مطمئناً در برنامه‌های دیگری براتون خواهم گذاشت. وقتی که او روسریش رو آتش میزنه و روی یک سکوی سطل خاکروبه میره و آتش میزنه، پاسدارها دنبال او میکنن، حزب الله دنبالش میکنه و اون رو میگیرن و مورد ضرب و شتم قرارش میدن. نیکا شاکرمی که در واقع متولد 10 مهر ماه هستش، در خرم‌آباد به دنیا آمد. به هنر علاقه زیادی داشت و در تهران در هنرستان در واقع تحصیل میکرد. او اهل کار بود و در کافه هم برای ادامه تحصیلش کار میکرد. نیکا شاکرمی در یکی از همکلاسیهاش درباره او میگه نیکا شاکرمی اهل آشتی و دوستی و زندگی بود. بگذارید یه تیکه از رو ببینیم و بیشتر باهاتون صحبت میکنم. پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. اکنون اگر از تو دورم به هر جا بر یار دیگر نبندم. در مورد نیکا شاکرمی میگویند که جمجمش، در واقع مادرشون، گفته که در ناحیه جمجمه و فک شکستگی بوده و گویا تجاوز هم بهشون شده بوده. و در مورد نیکا باید یه چیزی اضافه کنم که وقتی که نیکا شاکرمی 8 سالش بود، پدرش رو از دست میده و مادر به فردیس کرج میاد و در کرج زندگی میکنه. همونطور که گفتم، همکلاسی های نیکا شاکرمی او رو بسیار دوست می‌داشتن و می‌گفتن که او اهل شاد بودن و خواندن و زندگی کردن بود. و در یکی از، حالا نمیدونم مال سال پیشه یا امسال، نمیدونم، ولی اون چه که مهمه اینه که بر سر کلاس رفتند،
یاد نیکا رو گرامی دانستند و با هم این چنین گفتند: نمی بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. دیدید بچه هایی که بر سر کلاس یاد نیکا رو گرامی دانستند. عزیز دیگری که همگی او رو میشناسید، تصویر او بارها بارها دیده شده، نام او حدیث نجفی است. با هم نگاه کنیم. حدیث نجفی در سیوم شهریور ماه 1401 ببخشید به دست دشخیمان رژیم جمهوری اسلامی کشته شد. یادش را گرامی می دارم و مطمئنن در برنامه های بعدی از او مفصلا یاد خواهم کرد. باید در همینجا اضافه کنم که روز شنبه هموطنان گرده هم خواهند آمد و یاد او رو با خواهرش افسون نجفی گرامی خواهند داشت. ایرانیان در سراسر دنیا می درخشند. با ما باشید. Call to action. Not just a reflection of what was lost, but a beacon guiding us toward what we must strive to protect: justice, equality, human rights for all. So we have a group here today I wanted to introduce to talk a little bit about this. And I wanted to start with our first speaker, Dr. Katie Amiri Younessi. Dr. Amiri Younessi. Thank you. Here you go. Welcome. Hi. Mahsa Amini, a 22-year-old woman, was held and then killed by Iran's morality police for allegedly wearing the mandatory Islamic headscarf too loosely. That's right, killed for not covering her hair the way the Islamic regime wanted her to do so. Women and girls living under the regime of Islamic Republic live in an extreme structural system designed to oppress them. Woman Life Freedom is a campaign seeking to expand and set the moral, political, and legal tools available to mobilize international actions against and ultimately end the regime that are oppressing women because of their gender. And then you came in. You with your open arms and open hearts to take us, the Iranian that had to leave homeland behind to find home in this civilized, humanized, and loving society. And God knows you stood tall with us, side by side, and you realized the torture. بینندگان عزیز، در کنار عزیزی هستم که در شهر لس آنجلس خوش درخشیدند
در شهرداری لس آنجلس فعالیت‌های بسیاری کردند. او اولین کسی است که در شهرداری لس آنجلس مقامی رو داشت که میتونستش در مورد باید بگم ساختمان سازی اگر اشتباه نکنم فعالیت کنن و مسئولیتی بزرگی رو بر رو دوششون داشتن و بسیار هم در این زمینه فعالیت کردن. در همین جا به پایان نمیرسه. از سال 1379 این حرکت آغاز شد و حتی در پایان بازنشستگی هم در کنار شهرداری لس آنجلس بسیار فعالیت کردند. فعالیت بزرگی که من میتونم در اینجا به صراحت بگویم نامگذاری روز مهسا در شهر وودلند هیلز و شهرهای دیگره. با درود به آقای اردلان عزیز و خوشحالم که برای اولین بار به این برنامه آمدید با کمی تأخیر و اشتباه من در مورد آدرس. خب برای ما بگی چون وقت ما محدود هستش برای ما بگی چی شد که شما به همچین حرکتی قدم گذاشتید و تونستید همچین روز مهمی رو در شهر لس آنجلس به ثبت برسونید. خواهش میکنم. عرضم به حضورتون عرض با درود فراوان خدمت شما و بینندگان محترم شبکه جهانی پارس. امیدوارم که همه بینندگانتون خوب و خوش و سلامت باشن و دنیا به کامشون باشه. همینجوری که فرمودید من تصحیح میکنم، فقط وودلند هیلز نبود، سیتی آف لس آنجلس یعنی 15 دیستریکت داره و این 15 دیستریکت ما نزدیک 4 میلیون جمعیت داریم و دومین شهری تو آمریکا هستش که واقعا بزرگ بعد از نیویورک لس آنجلس از نظر جمعیت و بزرگی هستش. 15 تا کانسل ممبر ما تونستیم اپرووالش رو بگیریم، سیتی اترنی که قاضی شهر هستش تونستیم اپرووالشون رو بگیریم و شهردار لس آنجلس و اسم مهسا در شهر لس آنجلس در تقویم شهر لس آنجلس به ثبت رسید. یعنی به صورتی اگر ما پرزیدنت دی داریم، یعنی روز پرزیدنت رو داریم، لیبرز دی داریم، روز کارگر داریم، الان روز مهسا رو در شهر لس آنجلس به ثبت رسوندیم که البته واقعا باعث افتخار هستش برای همه ما ایرونیا. اینجا من نمیخوام من کریدیتشو بگیرم چون به قول معروف این یک هدیه‌ای بوده برای مردم ایران، برای ایرونیای چه خارج از کشور چه داخل کشور، که به هر حال این عملی که انجام شده یادآوری باشه برای کشتاری که واقعا قابل قبول نیست. شما از من سوالی کردی که چطور شد که من این کارو کردم. من در کردستان به دنیا اومدم، 3 ساله و اندی سن داشتم که پدرم به خاطر شغل دولتیشون منتقل شدن به خراسان و وقتی این حرکت رو دیدم که یه دختر غریب از شهر کردستان میاد تهران با برادرش و میاد برای گردش و به این صورت به این ناعادلی، یعنی میزنن اینو میکشن و میزنن تو سرش خونریزی مغزی میکنه بعد میگن خودش سکته کرده، دیگه من نتونستم، نه من، از شمال تا جنوب از شرق تا غرب واقعا این نهضت برای ملت ایران هستش. همگی بیدار شدیم، خیلی قتل ها شده، بختیار ها رو کشتن، فرخزاد ها رو کشتن، همه و همه ما ساکت سکوت کرده بودیم یا اگرم اعتراضی میکردیم به جایی نمیرسید. اما این 2 سال فکر کنم واقعا مردم شریف ایران تونستن این آگاهی رو داشته باشن که ظلم بسته دیگه. اگر حرکتی باید بشه در درجه اول اتحاد، اگر هر کسی هر سلیقه‌ای داره، هر دینی داره، هر مسلکی داره، به هر عنوانی هستش، باید ما اتحادی داشته باشیم که بتونیم این ظلم رو ریشه کن کنیم. آقای اردلان چطور این همچین اتفاقی، چه پروسسی رو انجام دادید؟ چه مراحلی رو به قول گفتنی باید میرفتید؟ مطمئنم این به همین راحتی امروز به فردای همچین اتفاق نمیفته. این مراحل به چه صورت بود؟ اولین قدمتون چی بود؟ و خب مطمئنم میدونم که چند جین امضا گرفتید. دوست دارم بگم اول ازتون بپرسم اولین قدم ها به چه صورت بود؟ اولا این صحبت ها رو که میکنم واقعا همه رو با داکیومنت و فکت و به هر حال به قول معروف با مدرک. بله. اولین قدمی که من برداشتم البته بعد از این وقتی شنیدم که مهسا به این صورت فوت کرده و اصلا
فکر کردم دختر منه، فکر کردم خواهر منه، فکر کردم به هر حال هموطن من. من چی کار میتونم بکنم به عنوان یک مهندس بازنشسته شهر لس‌آنجلس؟ گفتم باید من بتونم کاری رو انجام بدم. اگه یادتون باشه دمونستریشن های بزرگی ما انجام دادیم و به خصوص تبریکی دارم برای شما که واقعا برای شما و همکارانتون، چون نمیخوام اسم بیارم، اما به هر حال میدیدم که این نهضت ها، این حرکات، دیگه منم شروع کردم اومدن با شما و اولین کاری که کردم کانسل ممبر یا یکی از اعضای شورای شهر وودلند هیلز که همسایه، دوست و به قول معروف من هم به عنوان ادوایزری بورد ممبرشون هستم در اون منطقه، چون به هر حال با توجه به سابقه ای که در قسمت پلانچک، اینو تصحیح بکنم شما رو، من تو شهر لس‌آنجلس اولین پلانچک انجینیری بودم که در مسئول جواز ساختمانی وست‌وود بودم. یعنی اولین کسی بودین که جواز ایرونی. اولین ایرونی که جواز ساختمانی منطقه لس‌آنجلس و بعد وست‌وود، یعنی وست‌وودی که یادگاری من هستش، اکثر جوازهای کسبه رو، اکثر جوازهای خونه ها، آپارتمان ها، این افتخار رو داشتم. یعنی یه جوون 21 ساله گفتم خوش درخشیدین در شهرداری، دروغ نگفتم. سال 79-80 دیگه کوچه اجباری که اومده بودن دیگه من زبونشون بودم. الانم ما زبون کی هستیم؟ اون افرادی هستیم که از بین رفتن، اون افرادی هستیم که میتونیم واقعا زبونشون باشیم در لس‌آنجلس. اگر عملی کردیم، از من پرسیدیم به چه صورت، من کانسل ممبر یا یکی از ممبرهای شورای شهر رو با خودم تو دمونستریشن، بله، شما آقای توی باب. آقای باب بلومنفیلد با خودم آوردم و به شما معرفی کردم. اون روز اینو دید و من شروع کردم تو ماشین براش توضیح دادم، گفتم من میخوام یه کاری انجام بدیم که تو لس‌آنجلس اسم مهسا. گفت وای نات. من یه نوشته نوشتم و تقاضانامه‌ای به ایشون دادم و پرسه رو شروع کردید. دوست دارم عکس‌ها رو آقای شادی اگه با هم در همین عکس‌ها رو با هم نگاهی بکنیم، به دلیل اینکه دوست دارم عکس بعدی که آقای اردار هستن شما توضیح بدین که من دوست داشتم. این البته روزی است که روز شنبه برای حدیثه، بریم عکس‌های بعدی رو نگاه کنیم که دوست دارم در مورد عکس‌های توضیحی آقای شورتی بریم عکس بعدی. بله. در مورد این عکس توضیح برام بدید. اینو عرضم بزرگتون، این در روز 28 می 2024 که اپرووال ما تونستیم از 15 تا کانسل ممبر، شهردار و قاضی شهر بگیریم، این روزی بود که اونا دیگه اینو تصویب کردن و آقای باب بلومنفیلد این رو، من تقاضا کردم از دو تا از دوستان خودم که واقعا افراد بسیار حاذقی هستن، یکی آقای خانم دکتر یونسی و دیگری آقای دکتر آرانی، و نظر من این بود که خانم دکتر یونسی یک یهودی ایرانی هستن، آقای دکتر آرانی یه بهایی ایرانی هستن، و من نظرم این بود که منم یک مسلمان ایرانی هستم و گفتم ما ستا همه یک هدف داریم و هدف ستایی ما اینه که نام ایران، ظلم اینه، این آقای بلومنفیلد، این خانم من هستش، رئیس من، سرور من، همینجوری که میبینیم فعال و همیشه هم پشت من بوده، در کنار شما همیشه و همراه هم بودین. دقیقاً. همیشه دقیقاً. و این همون روز می 28 می که به هر حال روز 16 سپتامبر که روزی هستش که مهسا فوت کرده و اون روز در شهرداری لس‌آنجلس به ثبت رسید. بله، در واقع بله، همونطور که این عکس هم مشاهده میکنید، همین در همون آقای باب بلومنفیلد که واقعا بسیار به ما کمک کردن و تشکر از اینه که به هر حال به ثبت رسیده. و یک ورژن بزرگ دیگر رو دارم که تو شهرداری وقت نشد برام پیکاپ بکنم، اونم همه کانسل ممبرا امضا کردن، شهردار امضا کرده، قاضی شهر امضا کرده، اما اون روز این آماده بود که حتی درافتش آماده بود که در واقع این اگه بخوایم ترجمهش کنیم، در واقع این تعهدی که نسبت به حقوق بشر و برابری در تمام دنیاست نشون میده که در میخواد که ساپورت کنه مردم رو و محکوم میکنه اون ظلمی که به مردم وارد شده. دقیقا. و واقعا هم
بینندگان عزیز، من مطمئن هستم که مفصل در این زمینه یک برنامه جداگانه من در این زمینه دوست دارم با شما مروری بکنیم بر طی این دو سال اخیری که اتفاق افتاده و مراحلی رفته که در تمام دنیا، در خب در واشنگتن، در بوستون، اینکه حالا یک ساین رم در وست وود گذاشتن، ولی روز مهسا رو اگه در تمام آمریکا بتونن این کار رو انجام بدن مطمئنا کار بزرگیه. و همونطور که شما اشاره کردید، در پایان یک کلمه بگید که من مطمئنا در برنامه دیگر بیشتر با هم صحبت میکنیم. خواهش میکنم. من تنها کلمه‌ای که میتونم بگم اتحاد هستش برای همه هموطنای عزیزم. برای اینکه واقعا بتونیم ماها موفق بشیم باید اتحاد داشته باشیم و این اتحاد چیزی نیست جز اینکه بتونیم همدیگر رو بفهمیم، درک بکنیم و قبول بکنیم. اگر من به شما اعتراض میکنم، شما به من اعتراض میکنم، اگر من ایرادی دارم یا شما ایرادی داری، اگر با همدیگه با بحث، با گفتگو بتونیم حل بکنیم، همه مسائلمون حل میشه. بله، با تشکر از شما و شرمنده شما در اینجا همینجا میگم که یک اشتباه فنی من انجام دادم که مطمئنا در برنامه های دیگر جبران خواهم کرد این کارو. اما اینم اضافه بکنم که به هر حال زن زندگی آزادی چهار راه و همون روزی که ما تونستیم به هر حال این اکتو انجام بدیم، خانم یورلاسکی این خبر خوبو که ایشون هم عده‌ای از ایرانی هایی که در اون منطقه بودن که واقعا بچه های UCLA و از جمله آقای فراهانی و خانم الهام، همون قسمت چمبر آف کامرس یا اتاق بازرگانی و کسبه های ایرانی، ببینیم من کی باشم، آقایون و خانم ها کی باشن، ایرانی هایی که در جنوب کالیفرنیا دارن مالیات میدن، ما کردیتشو به شما عزیزان میدیم. شما هستید که تونستید ماها حرفمون شنیده بشه. شما هستید این تاکس ها رو، این مالیات ها رو دادید که آفیشیالای ما، البته خوشبختانه الان خبر خوبی براتون دارم، ونایز اولین ایرونی داره کانسل ممبر بعد از 44 سال. ما هنوز کانسل ممبری توی شهر لس آنجلس نداشتیم. آقای آدرین نظریان تو پرایمری 44% آورده و الان حتما افرادی که میتونن کمک بکنن، اونایی که تو ونایز هستن، خواهش میکنم کمک کنین. البته مطمئنن میشن. ایشون 3 بار استیت اسمبلی بودن، اولین ایرونی بودن که در کالیفرنیا صدای ما بودن. استیت اسمبلی که به هر حال میدونین چقدر مهم هستش در ساکرامنتو. اسمش یه بار دیگه آقای آدرین نظریان و حتما رکمند میکنم اگه بخوان باشتون آشناش میکنم، از دوستان خوب ما هستن. افتخار ما ایرونیا خواهد بود که اولین ایرونی داشته باشیم. تو سیتی آف سانتا مونیکا هم خانم رکنیان دارن میخوان بشن کانسل ممبر. الان توی بیولی هیلز ما کانسل ممبر داریم. بله. تو جاهای مختلف شهردار داشتیم، نمیدونم میدونستین لاگونا نیگل ما شهردار داشتیم. بله. دیگه بیولی هیلز شهردار داشتیم، اما دیگه الان فکر کنم البته خیلی ایرونیا که میخوان فعالیت بکنن برای سیاست تک شمار هستن، اما از نظر اداری الان ما نزدیک 400-500 تا مهندس و کارشناس فقط در شهرداری لس آنجلس داریم. بله. چه جای افتخاره. گذشت زمانی واقعا که قدم ها رو شما گذاشتید. بله. و از سال 1979 در شهرداری لس آنجلس با این مقام آمدید جلو و راه رو برای دیگران باز کردید. با تشکر از شما و سپاس از اینکه آمدید و این دقایق کم رو با هم بودیم. تا برنامه دیگر، ساعت دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. قدر هم بدونید. جیان آزادی.